هنگام صحبت با کسی به پاهایش نگاه کنید. جهت پاها ممکن است چیزهای زیادی را آشکار کند. یکی از نشانه‌های قطعی در زبان بدن جهتی است که پاها رو به آن قرار می‌گیرد. اگر کسی با شخصی در حال صحبت باشد اما پاهای او به سمت شما باشد، یعنی او به طور ناخودآگاه دوست دارد توجه شما را جلب کند. بالا بردن ابروها فقط به معنای تعجب نیست. وقتی با کسی که از او خوشتان می‌آید سلام و احوالپرسی می‌کنید، بی اختیار ابروهای خود را بالا می‌برید. هرچی از کسی بیشتر خوشتان بیاید ابروهایتان بالاتر می رود. اما این حرکت چندان مخصوص نیست و ممکن است به چشم نیاید. اگر کسی در حالی که پشتش را به شکل اغراق‌آمیزی صاف نگاه داشته کنار شما بنشیند یا بایستد، یعنی احتمالاً سعی دارد توجه شما را به خود جلب کند. مردها وقتی با زنی صحبت می کنند که از او خوششان می آید ناخودآگاه پشتشان را صاف نگاه می دارند یا حتی کمی خم می کنند. آنها با این کار به نوعی خصوصیات برجسته ظاهری خود را به رخ می کشند و قدشان کمی بلندتر می شود. اما در نگاه اول ممکن است اینطور به نظر برسد که سعی دارند از شما فاصله بگیرند. اگر کسی سعی کند همه اجسامی که به صورت فیزیکی میانتان قرار دارد را از سر راه بردارد، یعنی از شما خوشش میآید. ما آدم‌ها وقتی با کسی که از او خوشمان میآید ارتباط برقرار می‌کنیم، سعی می‌کنیم همه موانع فیزیکی که میان ما قرار دارد را از سر راه برداریم. البته عکس این مسئله هم صدق می‌کند. این موانع می‌تواند هر شیء مثل لیوان، بشقاب، کیف و بالش باشد. وقتی با کسی راه می‌روید به موقعیت بدنش دقت کنید. اگر کسی جلوی شما راه می رود که از نظر روانشناسی بدان معنی است که او فقط به خودش اهمیت می دهد و علاقه چندانی به شما ندارد، اگر کسی پشت شما راه می رود احتمالاً از شما خوشش می آید. اما اگر کنار شما و با همون سرعت شما راه می رود، این نشانه قطعی است و می گوید که این شخص از شما خوشش می آید.